بسم الله الرحمن الرحیم بیننده و شنونده آتش در صبح خورشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته صبح امروز پنجشنبه شما بخیر خوش باشین و امیدوارم یک صبح متفاوتتر آغاز کرده باشین و از غمها مصیبت و درد و مرض به دور و دور باشین خوشحال هستم باز همه به شیر سیرت با یکی دیگر از آیت عشق در صبح خورشید در خدمت قرار دارم و تمنای همراهی شما را دارم امروز مهمان ما در این برنامه آقای دکتر سید ابوبکر متقی عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی با ما هستند و مهمان ما حضور شما بخیر باشه و خیلی حاق سلامت باشین زنده باشین شما با سلامت تشکر دوستای عزیز پیش از اینکه موضوع بحث با جناب آقای دکتر آغاز کنیم میخوایم یک نکته را یادآور شویم که از دیروز پنج سی به طرف یعنی دیروز امروز و فردا جمعه و پس فردا شنبه برنامه رقابتی سیرت نبی صلی الله علیه و سلم نشر میشه ساعت 5:30 تا 6 شام این برنامه را تعقیب کنیم بسیار زیبا هست و در روز مولود شریف هم ساعت 3 تا 5 ویژه برنامه میلاد نبی صلی الله علیه و سلم و ساعت 5:30 تا 6 ویژه برنامه رقابتی سیرت نبی صلی الله علیه و سلم و ساعت 6:30 تا ساعت 8:30 شب ویژه برنامه محمد صلی الله علیه و سلم به گونه نشر مستقیم تقدیم شما میشه تمنای همراهی شما را دارم امروز موضوع بحث ما مواد مخدر هست و نشباب چون در شب روز اخیر ما شما سر صداها را از طریق شبکه های اجتماعی و از طریق رسانه شنیدیم که بیشتر از تابلت که استفاده میشه و نسل جوان یعنی میرن به طرف بعضی ها میرن به طرف نابودیه که خود به دست خود ایجاد میکنن و اساسا ذهنشان نمیخواه استاد مواد مخدر اسلام چه تعریف داره فرمایید بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما سلام به بینندگان شما و سلام به تمام کسانی که صدای ما را میشنون و میبینن مواد مخدر از نگاه لغوی چیزی است که بر انسان سستی میاره خواه انسان ضعیف میسازه و انسان مست می سازن و از نگاه شرعیش تعریف کردن که هر آن چیزی که عقل انسان بپوشانه و این معنا که عقل انسان زایل بکنه و تشویش عقل را ایجاد بکنه و این میشه مواد مخدر مواد مخدر با تمام انواعش و این حرام است استعمالش حرام است تجارتش حرام است استفادهش حرام است به هر عنوانی که باشه حرام هستن حتی از حضرت ام سلمه روایت هست که پیغمبر خواست صلی الله علیه و سلم فرمودن مواد مخدره که کل مفتیر و مسکر حرام یعنی هر چیزی که مسکر است یعنی انسان سکران میسازه مست میسازه بیهوش میسازه و از خود بی خود میسازه و هر چیزی که انسان سست میسازه مفتیر اما سست فاز گرفته شده یعنی کسل می سازد یعنی تنبل می سازد و اراده ش از دستش می ته و اینا کلش حرام هستن و همچنان حدیث هم است که کل مسکر خمر و کل مسکر حرام یعنی هر چیزی نشاور و شراب هستن اینجا قیاس میکنم بله. و هر چیزی نشاور که هست و حرام هستن یعنی از دیدگاه اسلام که 1400 سال قبل آمده و این پدیده شوم از امروز حرام قرار دادن و حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که الخمر ام الخبائث میگه این شراب مادری همه بدی ها هست همه خباست هست وجود شما سلام با گفتای شما برمیگردم اما دنیایی که امروز به چه مدارج عالیه که نرسیده و مخصوصا کشورهای اروپایی و امریکایی یعنی از رشد اقتصادی و از رشد در موضوعات اجتماعی حتی و از رشد در موضوعات در ساخت ساز تکنولوژی اما علت چی است خیلی که شراب و مواد مخدره می سازنه بان که شما می سازه بان که شما گفتین که عقل می پوشانه پس چیزی که عقل بپوشانه چرا که یک کشور پیشرفته دست به ساخت از میزنه و از این استفاده میکنه و عقل تقریبا میشه گفت که عقل سلیم داره در ظاهر جوابش خود قرآن میگه بفرمایید ولا بسط الله رزقنا علی عباده لبغوا ببینید خدا میگه که هرگاهی که انسان ها رزق و روزیشان فراوان شد و یک
منع کننده دینی و معنایی وجود نداشت، او بغاوت میکنه. یعنی هر قدر که دنیا پیشرفته میشه هم اندازه بغاوت میشه، سرکشی میشه، طغیان میشه. چرا؟ اونجا یک مانع شرعی وجود نداره، پابند یک دینی وجود نداره. و زمانی در سال 1870 چند است که امریکا بسیار بیدادگری میشه، شراب به حد و پیمانش میرسه که همگی به روی کوچه و بازار اینا دیوانوار میباشن. بله. باز رئیس جمهوری وقت فرمان صادر میکنه، میگه شراب ممنوع شوه، شراب ممنوع شوه، و حتی کسی را که به شراب نوشید دستگیر بکنه $10,000 جریمه هم بود، حتی حبس هم بود. و اینا با تمام نیروی خود فعالیت کردن، کوشش کردن، نتوانستن که کسی را مانع شوند. بعد از اولا یکی از دانشمندان میگه که مگه زمانی ما شراب هم میتونیم که معنا بکنیم، در روز یک بود دینی وجود داشته باشه، یک بود معنایی وجود داشته باشه، یک تشویق و ترغیب معنایی وجود داشته باشه. ما هیچ وقت مادیات به مادیات از بین برده نمیتونیم. حتی ببینید که شراب به اندازه در جسم و در خون و در روح انسان جا میگیره که و به آسانی از بین نمیره. شما یاد به یاد داشته باشین که شراب بعد از 4 مرحله حرام شد. بله. در مرحله اول نبود، به خاطر اینکه همگی شراب می‌نوشیدن. و دیگه طبیعت بشر است که یک چیز بسیار منع بکنی به اون زیادتر علاقمند میشوه. خب یک عادت بشر است. به این اساس یعنی او امروز ببینین بشر غربی ها اونا پابند کدام دینی نیستن، مادیات اونا امو شعارشان هستن. یک انسانی که چقدر ضعیف و ناتوان هست او را مواد مخدر هم میبره، او را بم اتم هم میبره. خب میگن که ما طرفدار حقوق بشر هستیم. اگر شما طرفدار حقوق بشر هستیم، بم به خاطر کی هست؟ شما ملخ خو نمیکشین، گژده ما نمیکشین، شیر و گرگ و روبار نمیکشین، به ما اتم به خاطر انسان میسازین. چرا؟ پس اینا همه شان شستن به طرف اونمو آیت مبارکه که چی میگه؟ ولا بغاو. اینا بغاوت میکنن، سرکشی میکنه، از حدود تجاوز میکنه. و انسان تا زمانی که پابند یک دین نباشه و یک معیار وجود نداشته باشه، حدود وجود نداشته باشه، ببینید در غرب چی میگه؟ میگه که تو سرمایه دار باش، مهم نیست که از کجا پول به دست میاری. بله. از طریق شراب میاری، کباب میاری، قمار میاری، دزدی میاری، زنا میاری، هر آن که کاری که میکنی بکن. به این اساس است که در شریعت ما شما بنای مقاصد پنجگانه چیزی هست. بله. که مقاصد پنجگانه که تحت ضروریات شامل میشه، که یکی از این چیزها محافظت دین است، محافظت عقل است، محافظت نسل است، محافظت مال است و محافظت جان است. عقل استاد کل است. اگر عقل نداشته باشی اصلا دینی با تو وجود نداره. تا زمان عقل کسی نداشته باشه او مکلف نیست. بله. عقل نداشته باشی اولاد معنایی نداره، عقل نداشته باشی نسل معنایی نداره. به این اساس معیار تمام تکلیف ها عقل است. میگه حتی ببینی که وقتی که طفل است برایش نماز فرض نیست، میگه هنوز عقلش کامل نشده. برای دیوانه نماز فرض نیست، رفی القلام انسل است. میگه سه انسان ها قلم برداشت، یعنی اونا گناهکار حساب نمیشه، یکیش هم کسی که عقل زائل شده. پس این عقل معیار تمام تکلیف ها هستن. اگر فاعتبروا یا اول الابصار، خدا عقل خطاب میکنه، انسان خطاب نمیکنه. چرا؟ انسان هایی که عقلشان زائل میشوند، عقلشان از بین میروند، معتاد به مواد مخدر هستند، اونا دیگر از جمله انسان حساب نمیشوند. پس این مواد مخدر زائل کننده عقل است. دقیقا. وجود شما با سلامت. ادامه حرف حدیث پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه آیت عشق در صبح خورشید بیننده و شنونده هستید. استاد گرامی، در سالهای پسین مخصوصا در 18 سال اخیر دیده شده که بیشتر مردم رجوعشان به طرف نشباب هست. اگر ما آمار
اشخاصی که پودری شدن به صلاح عام بگوییم، یعنی سعی کنیم شاید حدوداً 80% نسبت به قبل سال 2000 در این آمار شاید اضافه شده باشه و افزود شده باشه. و نسل جوان امروز بیشتر میرن به طرف تابلیت که اساساً من ترکیب از ایام نمیدانم، اما حتی دختران و پسران در مکاتب از استفاده کرده که سرصداهایش در صفحات اجتماعی بلند شد و ما دیدیم و شاهد بودیم. عامل چی هست؟ چرا یک فرد عاقل جوان نوجوان مشکل در تربیهش هست یا از سر ناآگاهی میره به طرف نشه؟ من بسیاری عوامل مختلف داره، عوامل اجتماعی داره. پیشتر آیت را که خواندیم، امی آیت ما سر شاید تحقیق بکنیم چندین برنامه جور میشه. یکی از عوامل اساسیش رفقای سو است، همنشین است. بله. وقتی که انسان با کسی دوست میباشه و او دوست یک دفعه مبتلا به مواد مخدر شد، باز کوشش میکنه به خود یارگیری بکنه، باز دیگران را تشویق میکنه و این بسیار خطرناک هستن. بله. و دیگه ایش مسئله بیکاری هست. انسان که بیکار ماند باز دق میاره و چیکار کنه؟ باز برش تلقین میشه که مواد اگر تو ازی بنوشی تو چی میشه؟ ساکن میشه، خاموش میشه، لذت میبری. بله. و دیگه از هم مهمتر اما بعد دینی است و این برش از تربیه فامیلیش درست نیستن، چون در فامیل یا پدر رو سیکریت میکشه یا چسب میکشه یا یک کار دیگری میکنه، عادت داره. بله. باید از او به پسر و به اولاد سرایت میکنه. و از همه مشکل فعلا پیشتر هم گفتم که هرگاهی که انسان پیشرفت میکنه وسایل گناه و جرم هم پیشرفت میکنن. یک وقت مردم خر دوزی میکرد ولی مردم میره موبایل دوزی میکنه، فکر کنید فرق میکنه. موبایل متعدد ساده هست نسبت او دزدی تا این دزدی دوی وام دزدی سی هم دزدی هست. و دیگر بسیار اینمی صفحات مجازی، همی انترنت، فیسبوک، اینستاگرام و هم سوالی از اینا 90% نقش داره که جوان ها را معتاد بسازن. چرا؟ در اوجه کلمات یا جملات اغرا کننده زیاد وجود داره. اگر توی مواد بنوشی یک قسم برات قوت میگیره، اگر ایر بنوشی یک قسم قوت میگیره، یک قسم میشه فلان میشه قوه جنسی بالا میشه. و اینها حتی انسان بسیار دانشمندا اگر تکرارن به او مراجعه بکنه امکان داره فریب بخوره و این خطرناک است. بله. و این صفحات مجازی فعلا مردم به طرف فحشا، مثلا چرا 18 سال پیش در افغانستان میگاپون نبود؟ بله. پس نبود. باید کرد. باید چی باید کرد؟ راهش هم است که اول باید مسئله تبلیغ و دعوت و آگاهی. بعد آگاهی داده شود. برای مردم فهمانده شود. برای در مدارس ها فهمانده شود. در مکاتب ها فهمانده. اعلانات زیاد باشه. در مدارس ها تدریس شود. در مدارس ها تبلیغ شود. به شکل تمثیلی شود. به شکل فیلم شود. به شکل سریال شود. به هر شکل از اشکال ایر ضرر شود برای مردم باید انعکاس داده شود. تا ای که مردم چه بفهمه که یک بلا هسته. مثل که از انتحار میترسه ایران بترسانه از این مواد مخدر. تا وقتی که این قسم نشه امکان نداره که مردم از این منصرف شوند. و دیگه ای که از رفقای سو دور شوند، خدا دور بگیره، به خاطر ببینه که چقدر ضرر اجتماعی داره. وقتی کسی مبتلا به مواد مخدر است مردم حتی با او صحبت نمیکنه، مردم سری از او اعتماد نداره و خودش منفور هستن و حتی به نزد خانوادهش حتی قابل قدر نمیباشه. پس وقتی که این قسم ضررها در وجود داشته باشه و راههایش هم که در زبان عربی یک مقوله بسیار زیباست میگه اذا زال السبب زال العجب، وقتی که سبب از بین رفت خود به خود دیگه تعجب بودن هم از بین میره، یعنی معلول هم از بین میره. ما سببش از بین بریم. مردم بیکار هست، بیکاری خودش یک مصیبت است. مردم گرسنه هست، گرسنگی. حتی ببینید که به خاطر فروختن، به خاطر پیدا کردن مواد مخدر از تن فروش هم حتی کار میگیرن، از جان فروش هم کار میگیرن و به هر شک از دزدی هم کار میگیرن و از همه هر آن چیزی که باشه به خاطر که یک لحظه برایش مواد مخدر نست و دیوانه میشه. وجود شما به سلامت. با آنچه که شما گفتین و تجارب نشان میده که مسئولیت والدین و استادا بسیار در این راستا زیاد هست، اگر استاد مکتب هست یا استاد دانشگاه و یا هم استاد مدرسه. میخوایم پیرامون از این یک مقدار شما صحبت کنین تا موضوع باز شود، چون امروزه دیده شده طور مثال اگر رفیق بد یک شخص انتخاب میکنه، این مسئولیت والدین هست که باید متوجه فرزند خود در مکتب باشه و یا استاد باید اگر احساس میکنه که یکی از شاگردها محتاط هست قسمان باید یعنی بفهمانه برای دیگرها
که نشستن با ای از نظر اجتماعی ممکن آسیب پذیر باشه و در کنارش سر اون شخص هم باید کار شود. اندکی صحبت نیاز هست. دریجه سه جهت مسئول است. بله. یک خانواده، دو جامعه، سه حکومت. خانواده مو هسته و اساس است. بله. پدر و مادر. پدر و مادر الگو هست. برادر کلان الگو هست. و تمام کسایی که در خانه این الگو هستند. بعد برادر و پدر و مادر و همه کسانی که در خانواده هستند باید سر از بعد متمرکز باشند. و ما نمیشب در فیسبوک هم یک چیز نوشته کردم شما خواندین نخواندین شما اطفالتان با سیرت پیغمبر ارتباط بتین. بله 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 بله. ارتباط بتین. نکته زیبایی بله. ببینید با سیرت پیغمبر. حتی ببینید که وقتی که ببینید که پسرتان مثلا یا دخترتان موهای خود شانه میکنه بگوین که من همه می کارو میکردم در جوانی خود. پیغمبر هم گفته که هر کسی که موی داشته باشه باید را نوازش بیتن. یعنی خلاصه ای که هر کار به نحوی رجوعش به طرف پیغمبر کنه. همین به طرف پیغمبر ایرا ارتباط بیتن. وقتی که ما به سیرت پیغمبر آشنایی پیدا کردیم از اخلاق پیغمبر، از گفتار پیغمبر، از کردار آشنایی پیدا کردیم با او یک عشق میوارزیم. ببین پیغمبر چقدر زیبا میگه ملم یرحم صغیرنا و یعقر کبیرنا فلیس منا. چقدر جالب است. کسی که به خورتراکای ما شفقت نکنه بزرگای ما را احترام نکنه از جمله امت ما نیست. وقتی که این چیزها را طفل در خورترکی برش یاد داده شوه خصوصا احادیث کوتاه را برشان یاد داده شوه که در مورد عقل است، در مورد صحت است، در مورد فراست است، در مورد علم است، در مورد اخلاق است، در مورد تربیه است و الی آخر باید اینا چیشا باید اونا خود به خود علاقه میگیرن. و دیگه چیزی که جامعه است. در جامعه. جامعه یک زندگی اجتماعی را تشکیل میده. در روز همسایه مسئولیت داره، استاد مسئولیت داره، مولایی مسئولیت داره، مولا مسئولیت داره. خلاصه ای که خرد و بزرگ جامعه مسئولیت داره که امر به معروف نهی از منکر بکنه. وقتی میبینن که یک کسی مواد مخدره باید نگذارن که میفروشن. در هر نقطه مثلا یک منطقه کسی که مواد مخدر میفروشه فورا خود مردم باید قیام کنه اقدام کنه به تفاوتی نکنه بگو با ما چی نگویه و این بسیار مهم است که جامعه وقتی که خود به خود ببینید در اونجا هست که بزرگا میگن که اصلاح جامعه از اصلاح خانواده سرچشمه میگیره اصلاح حکومت از اصلاح جامعه سرچشمه میگیره اگر افراد خانواده همگی انسان صالح باشند و جامعه خود به خود سالم میشه بالاخره به دولت سالم میشه همه فسادا را جامعه ایجاد میکنه مثلا در یک گوشه بسیار یک روز یک چیز بسیار من یعنی انزجار کنیده را از یک نفر شنیدم یک کس از دوستای ما بود همونطور دفتر محمد گفت بسیار رنگش پریده بود من گفتم فلان چرا چی شده گفت که امروز یک منکر دیدم که من فکر کردم که مال مسلمان نیست گفتم چرا گفت که ما از یک منطقه می اومدیم در یک جا رسیدیم در پهلوی جویشه اینه میشه دو نفر با هم زنا میکنن و ما داخل موتر بودیم و حتی در یوار گفتم ایسار که ما ایره بگم که برای چی میکنی پشت خدا به جنجال نینداز وقتی که ما ببینیم در روی جاده ها در کنار جویشه ها زنا صورت بگیره مواد مخدر زیر پول و زیر پولچک مواد مخدر استفاده شود ما برای چیز نگوییم پس دیگه گپ در کجا میکشانم این جامعه سوم حکومت حکومت مجبور است مکلف است من حیث حکومت باید از عقل مردم از دین مردم از نسل مردم از مال مردم باید حمایت بکنه باید در تمام مکاتب باید به شکل کارتونی و دوره ابتدایی به شکل کارتونی دوره بالا نظر به مسوی شاگردا باید پروگرامای داشته باشه برنامه‌ای داشته باشه تا اینکه بدی و ضرر مواد مخدر برای مردم فهمانده شود و بعد حتی کتاب‌های دیگه راستا چاپ شود باید حتی در مناهج و در مفردات و باید این پروگرام مکتب باید درج شود در نصاب مکتب باید درج شود یکی سیرت پیغمبر باید حتما خوانده شود در هزار طرف سیرت صحابه باید خوانده شود از تابعین باید خوانده شود از امام ها باید خوانده شود وقتی که ما به طرف دینداری حرکت کردیم خود به خود دین مانع می شود خود به خود دین مانع می شود هیچ وقت دین تو را نمیگذاره که تو دزدی بکنی دین تو را نمیگذاره تو مواد مخدر استفاده کنی دین تو را نمیگذاره تو دروغ بگی چرا دین من حیث یک پیره‌دار در وجود تو می باشه چرا یک چیز به نام وجدان است وجدان بهترین محکمه است که شما را هیچ و اجازه نمیده به طرف منفی حرکت بکنین مشکل است که مطلقا مردم در آگاهی قرار داره مردم آگاه نیستن نه از فایده اش میفهمه نظر میگه همین چهار سبا میگه بس ما وقتی که ما پولدار نمیشیم زن نمیگیرم اولاد دارم باید که روز خود به امید بگذارانم در افغانستانی که ببینین یک وقت
شاید به شکل محدود در گوشه و کنار و در پنهانی یک تعداد محدود شاید پیدا میشد. امروز 3 میلیون و در حدود 4 میلیون نفر معتاد مواد مخدر هستند. با بسیار ساده میتونن اینا پیدا کنن و استفاده کنن. بسیار تشکر. سلامت باشین آقای دکتر. شما رو با سلامت داشته باشید. تشکر از حضورتان راز گفته این نابتان. به پایان این برنامه خود رسیدیم. دوست عزیز ساعت 1 تا 2 پس از چاش تکرار برنامه اسلام اقلانه فراموش نکنین و ساعت 5 نیم تا 6 ویژه برنامه رقابتی سیرت نبی صلی الله علیه و سلم را فیسبوک ما در خدمت شما. خوش باشین. الان نگهدار شما.